به نام خدای پاک. السلام علیکم دوستای عزیز و خانواده گرامی، باتم برنامه بانو است. خدا کنه که تا آخر با ما باشید. خورای گرامی، بیندای عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. خرسندم که بعد از یک روز، اگه دیروز فرزان جان خب دیروز برنامه نداشتیم، بله ولی باز هم یک روز وقفه بودم خدمت شما دوستا حاضر شدیم. برنامه ما به طور مستقیم یا زنده به نشر میرسه. امیل از استودیو طلوع منتظر تماس های شما دوستا هستیم و امید از خورای ما که مشکلی می داشته باشن میتونن امیل از به برنامه زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 0796-00-86-56. منتظر تماس های شما دوستا هستیم. با همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده، پیام های شما نیز با ما هست، میتونید به برنامه امیل از زنگ بزنید. خب نخواست یک پیام میشنیم که از طریق 456 موصلت کرده. بله، کوش میکنیم که برادر عزیز ما چون همیش زنگ میزنن و چون روال برنامه است باید تماس بانوها رو بگیریم، اما خوشبختانه میتونیم که پیام های دوستا رو بگیریم، بخصوص برادر عزیز ما را که میخوایم که در قدم اول پیامی برادر رو بخورم. اما قبل از همه یک تماس داریم. بله خوار بفرمایید. بله سلام. سلام علیکم، خوش آمدید. بفرمایید. سلام دکتر، خوب هستید؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید. تشکر، شما خوب هستید؟ مشتاقم. خواهر فرزانه جان شما خوب هستید؟ زنده باشین خواهر عزیز، بفرمایید. بله. یک مشکل ما اینه بود که ما همه کورس‌ها رو بسیار تعقیب میکنم. ما خودم در ریفرنس مزولایت مزول شریف و تماس شدیم. بگو این خواهر عزیز. من میخوام که همه چیز هستن کورس رو بسیار زیاد تعقیب میکنم، همه چیز رو یاد نمیگیرم. ریاضی را تمام مشکلات ما حل میشه و تمام مزامی و الان ریاضی دافزه من نمیشینم، بسیار زیاد تعقیب میکنم. مثل دیگه شما یک مشوره از دفتر سوید میخوام. حالا تو برای ما بگو که نامت رئیس هست یا موقفت رئیس هست؟ نامش هست. بله؟ نه، ظریفه هستم دکتر سوید. ظریفه هستم، ظریفه رحمانی هستم، از ولایت مزار شریف. در گوش ما رئیس آمد. رئیس آمد، بله. خب تشکر، ما مشکلتان را گرفتیم خواهر. گفتین که در ریاضی مشکل دارین و نمیتونین مضامین ریاضی را درست به حافظه تان بسپارین. تشکر شما، خداحافظتان. 0796-00-86-56 شماره پیامگیر برنامه ماست، میتونین امیل عدد به برنامه زنگ بزنین. بله. خب یک تماس پیام میشتیم، پیام بله. برادر گفتین. پیام برادر ما، یک برادر عزیز گفتن تقریبا 4 ماه پیش با دختر نامزاد شدم، البته گفته به خواست فامیل ما. تمام هست و بود ما گفته در شینی خوری مصرف شد و هر بارم که به خانیشان می رفتم طایف گران قیمت برش می بردم. اما نامزادم گفته همیشه جگرخون و افسرده بود و بالاخره روز بر مادرم گفته بود که من پسرت را دوست ندارم و همراهی از او نمیخوایم عروسی کنم. بله. یک موضوعی هست فرزان جان، واقعا که ما در برنامه گذشته هم در این مورد صحبت کردیم که یک پسر جوان با بسیار آرزومندی خاص و بسیار یک مشکلات هم در زمین میشه، اگر بگوییم که وقتی که نامزد میشه و گفتی ازی برادر که میگه تمام من مو هست و بود من در این نامزدی مصرف کردیم که من سخت متاثرم شدم که چرا این کار کردم. یعنی به خاطر از اینکه انو دوره نامزدی خودش یک دوره وعده به ازدواج است، دوره آزمایشی است و به خاطر از این هست که اینا با همدیگر فامیلی‌ها نزدیک شن، خوب همدیگر خود بشناسن و هستن بعضا از دخترای جوانی که همین مسائل بسیار به بازی فکر میکنن. خب اگر امی دختر کس پرسون بکنه که خودت وقتی که خوش نبودی، پسر دوست نداشتی، چرا نامزد شدی؟ اگر در آغاز خوش بودی، حال خوش نیستی، مشکل در کجاست؟ کدام موضوعات بین از اینا رد بدل شده؟ کدام موضوعات پسر اینا خوش نکردن؟ دکتر سیب عزیز، یک دوست ما روی خط است و کردت شان هم کم است، بفرمایید. بله؟ سلام فرزانه جان، خوب هستی؟ زنده باشین، بفرمایید. بله؟ فرزانه جان، من یک مشکل داشتم، میخواستم بگویم بر دفتر سیب. بگویید. بگا فرزانه جان، ما خودم یک پسر دوست دارم و هم مرا زیر دوست داره. بگا بخاطر زنی بگا بعدا ما خبر شدم که ما سونی هستم، البته اونا سیاه هستن. بخاطر زنی فامیل ممانیت میکنن، بگا که چون نمیشه که سونی با سیاه ازدواج کنه. بخاطر زنی مشکل زیاد را وجود که خانواده بگا بگا این کار امکان نداره. بخاطر زنی نایخوم بگا تصفیت مشوره میکن در من. خب
خب تشکر خوار، مشکل تا نگرفتیم، خداحافظتان. بعدم منتظر تماس های شما دوستا هستیم، عرفای خود ادامه میتیم. به ارتباط دیگه گفتم که اگر امی دختر پرسانشون بکنن که خب اگر شما در آغاز خوش بدین آله، ببینید تنها به این معنی نیست که اینی پسر مرا گفت اینی کارا بکو خوشم نامد، من نمیخوایم با این ازدواج بکنیم. این گپا منطق شده نمیتونه؟ مثلا اگر مسائل کلی هست، کدام حرف هست که اینا رو واقعا دیدن فهمیدن که اگر اینی موضوع را امی نامزدی ادامه بیافه و به انجام بررسی یک مشکل برشان ایجاد میشه، باز اون مسئله علایده است. ولی بعضا بسیار موضوعات خرد و کوچک را در نظر میگیرن، بسیار گپایی که مثلا گپای واقعا طفلانه و بچگانه که میگن، اینا تو مسائل باز عنوان میکنن و ایره فکر میکنن که واقعا این خو مسئله بازی و ساعتیری خو نیست. پسر ببینین با وجود که هر گونه مشکل گفته من متقبل شدم، مصارف خدا کردم و ولی باهان هم اونا میگه حالا فعلا ناظر نیستن، میگه من پچیت دوست ندارم. حالا دوستی خود نیست که اگر یک رو دوستی باشه صبح با دشمنی دشمنی بدل شه، یا یکی بگه که دو روز دوست داشتم امروز ندارم. یک مسائل عمیق است که باید که فامیلشان در این مورد تصمیم بگیرن و دختر بشانن. بعض کسایی هستن فردان جان که یک کلمه حرف میگن ولی خانوادهشان هم فکر میکنه که نمیا استاده هستن بالای از این موضوع، در حالی که این موضوع نمی باشه. اگر دو کلمه حرف یک کلان بشینم دختر در پیش رو خود بشانه و امرایشان صحبت بکنه، یک چند کلمه حرف برش بگه بار بکنین که تماما افکارش تغییر میکنه. بله دکتر سی، بازم یک تماس داریم، میشنویم، بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام. سلام علیکم. بله میشنویم خواهر، بفرمایید. صدایتون رو میشنویم خواهر عزیز، بفرمایید. بله دکتر صاحب، من یک مشکل داشتم. بفرمایید. این مشکل داشتم، سرم زیاد گنس است، خاطر یک طرف سرم درد میکرد، در رو خاطر فرد سرم سوخت داره، آواز تلویزیون تان خوار. من بارها میگم وقتی که با برنامه تا به تماس میشین آواز تلویزیون تان کم بکنین، هم آواز تان خودتان میشنه نه هم آواز تان ما میشنیم. آواز تلویزیون تان کم بکنین یا یک اتاق دیگه صحبت بکنین. ما شما از سردردی گفتین که شکایت داشتین، گفتین همیشه گنگس میباشم و فرق سرتون سوزش داره. بله تماسشان قطع شد. و نه می خاطر از این خواهر گل ما درست تماس تانه گرفته نتانستم و نتانستم که مو چند سوال که ما از شما داشتم سوالا رو مطرح میکردم. بعدم از خواهر عزیز تقاضا داریم که وقتی که با ما به تماس میشن لطفا آواز تلویزیون خود را کم بکنن. بله یک تماس دگام از دکتر سب. بله بفرمایید. بله بله سلام. سلام خواهر عزیز. فرزانه جان دکتر خوب هستن؟ یک مشکل داشتم. بفرمایید. دوست اصد مشکل مهمیست که دخترکم است، شکر وزنش زیادتر است، تقریبا یک سال است، می شانزی اقلت یک سال است، اقلا وزنش بالاتر از 20 کیلو است. یازده یا یک ساله؟ که کدام مشکل برش پیدا نشه. گفتین چند ساله هستن؟ یک سال است، دکتر اصد نمخدا وزنش 20 کیلو است. 20 کیلو؟ 20 کیلو در یک سالگی 20 کیلو. دیگر... شیر خشک هم شیر مادرم نمیخوره دکتر، یک دو ماه شیر مادر خورد بعد از اون شیر خشک استفاده میکنم، تقریبا یک دو ماه شد که شیر خشک هم نمیخوره، هیچ غذایی که در خانه میخوره امو رو برش میتم. دیگه وقتی که دکتر سیدم به دنیا سامن نام خدا 5.6 کیلو بود. کدام شیر برشان میتین؟ شیر بریجان یک میدادم باز تاش سیما با سیما کشید باز دوش شروع کرد. این شیر دکتر اطفال گفتین اونا برتون گفتن؟ بله دکتر سیب، خود دکتر سیب برمامی دایت داد بود تا نظر دکتر سیب پیش میرسد خوزدار سریلاک هم میدادم. دکتر اطفال بودن؟ بله دکتر سیب اطفال هم دکتر اطفال. بله با در مورد وزنشان دکتر سیب اطفال برتون چی گفتن گفتن؟ باز وزنشان دکتر سیب تقریبا یک ده روز پیشم برد وزن کردم مثل 20 کیلو شد برنامه خدا. نه دکتر اطفال او وقت که وزنشان دیدن برتون چی داد دادن که چی باید بکنین؟ یا شما هیچ پرسان نکردین؟ اونا گفتن که رو
رشدشان صحیح است، گفت کدوم مشکلی برشان نیست، گفت خیر است اگر همون رشد تعویض است، گفت شما صحیح تفلا کن نگاه کنی رشدش تعویض است. گفت بعضی از کسا میگه که پسان مشکل پیدا میکنه، دکتر به بعد تو گفت یکی وزن صحیح است، دستشان اندازه کردن، بازوشان و پترانشان وزنشان گفتن صحیح است، تقریبا دکتر صحیح دو ماشه چی رو برش نمیتون سه فهمی خوزایی که در خانه معمولی میخوره. دکتر صحیح بعد فال گفتن که نا یک سال هستن 20 کیلو وزن داره، گفتن درست است وزنشان؟ بله دکتر صاحب، من تقریبا یک ده روز پیشم که بردم وزنشان کافی زده باز من مطمئن در شفاخانه ساعت طفل بردن؟ نه خیلی دکتر صاحب، از مزار تماس گرفتیم. خواه در مزار نه خیلی، از مزار تماس گرفتیم و دکتر شخصی بردیم. خواه خب تشکر شما خوار، من بعدا با شما رفعی دارم، خداحافظتان. خب حرفای خود ادامه میتیم به ارتباط بازم حرفای از او برادر که مرضی جگرخون ساخت. واقعا بعضا دخترها کارای میکنن، بعضا بچه ها هم چون این کارا رو میکردن، حالا دخترها هم که متوجه زندگی خود نیستن و اینا رو گفتن که من اینا رو دوست ندارم. خب یک موضوع هست، با جبر، با زور، با اکراه نمیشه که یک کس وا داشت که حتما باید که بگوین که با این شخص باید عروسی بکنن، در حالی که ما بعضا دخترها هست که واقعا تصامیم عجولانه میگیرن و بعدا با زود پشیمان هم میشن، مثل که یک کسی که سه بار نامزد شده بود، هر سه بار نامزدیش فسخ شده بود و در دفتر پشیمان آمده می دفتر طلو و بسیار زیاد گریه هم میکرد و گریه هم میکرد، میگه من هیچ گفت نمیفهمیدم که چرا سر من میو حالت آمد. خب او میگفتن که مرا کس شاید تعویض کرده باشه، در حالی که خود انسان اگر متوجه خود باشه، یه ذره متوجه نمی رفتار خود باشه، همواره میگه هر بهار را خزان و هر خزان را و هر رای را پایان هست، نه یعنی ات وقت انسان فکر نکنه که همواره در فصل بهار است، بگه که همیشه بهار است، بعد از او خزان است و زمستان است و حالتهای خراب بالا انسان هست، بس به او خاطر در زندگی انسان هم باز همواره چنین بهار نمی باشه. یعنی امرای دو دختر باید خانوادهشان و هم صحبت بکنن، علتش پیدا بکنن که این موضوع در کجا است، آیا از روی احساساتی گپ زده، آیا دقیق است، و اگر بسیار زیاد دقیق است و ساده است، شاید کسی فریبش داده باشه، شاید که بگه که با کسی دیگه دوست شده باشه و بعدا با زندگی خود بازی میکنه، فردا رو شاید که اونا هم اونا رو فریب بده و رهایشان بکنه. ولی مهم چی است که برادر امرای اونا صحبت شد و اگر امکان از این نبود که شما یک جای شن، شما هم زیاد پافشاری سرزی نکنین، شاید یک موضوعی هست که شاید اگر همی حالت بالا شما به شما هم شاید استاد میشیدین و این موضوع رو میگفتین، ولی وقتی که امراه دونا صحبت شدن و پیدا کردن، اگر دیدن که نقصه کدام مشکل هست شما هست، شاید حل شد، بزرگا این مسائل بسیار خوب میتونن حل فصل بکنن. و آمدیم سر موضوع ازی که شما تعایف گرانبهای دهی زمینه گرفتین، هر مصارف که شما در مسائل نامزدی کردین که او مثلا اگر تعایف گرانبا خواهیم مسائل انگشته رو من فکر میکنم لوازم چی هست، طلا و گپا میباشه دیگه، کدام او مسائلتان قابل واپسی هست در هر حالته، وقتی که به دختر استاده میشه که من کار نمیکنم، چیزهایتان که مصرفی نبودن، مثلا شما اگر یکان چیزایی که خوردنی بابی گپا هست یا چیزایی که مصرف شده، چیزایی که از بین رفته، او مسئله جدا هست، او قابل واپسی نیست، ولی چیزهای تایف گرانبهایی که مثلا شما برشان دادین، زیورات و گپا، اونو چیزهایتان پس قابل واپسی است که اونا پس بگیرن، ولی امید به خداوند که حرفات تا با هم جا نکشانه. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدا باز هم با شما هستیم. با شما هستیم دوست عزیز و بانید با ما و تماس شدن. ظریفه جان از مزار شریف گفتن که ریاضی زیاد با فیزیم نمیمانه، در دیگر مضامین بسیار خوب هستم و کورس ها رو زیاد تعقیب میکنم اما هیچ فایده نمیکنه. بله خب یک موضوع هست که بعضا مسائل برمیگرده به مسائل روانی، بسیاری کسا نه تنها ای خوار، بسیاری کسا شکایت از ریاضی داره. میگه که من هیچ ریاضی رو یاد نمیگیرم به خاطر از اینکه الجبر یا ریاضی
قسمی که پروفسور صدیق افغان یک روز برنامه ما گفت که هیچ وقت ما را قبول نمیکنیم که الجبر است یا الاسان است. بله. به خاطر از اینکه واقعا دیگه چیزها رو در مغز شوندن، مثلا مسائل اجتماعیات یک کتاب مکمل کسی در مغز خود گرفته میتونه، ولی یک جمله ریاضی را چرا یک کسی نمیتونه که اون مقابلش است؟ با این ضرورت هم نیست که در مغز خود میگیره. بله. تماما در مقابلش. به خاطر از این است که بعضی کس ها اول یک حراس بناحق قدم ریاضی میداشته باشه، وقتی که از یک کسی تر داشته باشی ایگانه چیزی که از اونجا کوچ میکنه محبت است. بله. محبت وقتی که رفت جانشین از اون ترس میشه. و کلگی فکر میکنه به خدا می ریاضی میگه بسیار مشکل است. بله. ریاضی را بعضا علما به نام جمناستیک مغزی یاد کردن. که کسایی که جمناستیک میکنن چقدر به هر طرف چی کردن. بله. یعنی کسی که در مسائل ریاضیات فهمید ده دیگه مزامین کاملا بر ساده است. به خاطر از این که من پیشترم گفتم که بعضا یک حراس میداشته باشن و کوش میکنن که ریاضی را میخانیکی یاد بکنن. بله. و اینمی بزرگترین خبت یک کس هست که بخواهی که میخانیکی حفظ بکنه. به خاطر از اینکه اگر اون چیزی که بگه که این مسایی به ای هست، این مسایی به ای هست، اینمی رو همون لحظه یاد گرفت، چند لحظه بعد باز یادش میره. به اون خاطر در مسائل ریاضی باید عمیق انسان شوه. عمیقش به این مانا که خوب خودا بفهمانه، اما ساده هیچ رها نکنیم برشان تا وقتی که برتان نفهمانه. یک مشکل اساسی که از گذشته های دور ما داشتیم فردان جان و همین لازم هست در مکاتب، بعض کسایی هستن که همین مسائل ریاضی را خود کسایی که تدریس میکنن تمامشان را نمیگیم. بله بله. استادای بسیار نخبه هم داریم، بسیار خوب هم داریم، در جنبش استادای داریم که اونم استادا هم یا خودشان درست نفهمیدن میخانیک یاد کردن، یا فهماندن، یا ای که درست نمیفهمن هم شاگرده که اونا حل بکنن. بله. و مهم چی است؟ نصاب تعلیمی در یک مکتب ختم نمیشه. مثلا در یک مکتب ببینید که کتاب در نصف رسیده، سال تعلیمی به پایان میرسه و به اون شکل میمونه. سال آینده باید که او نصاب تعلیم چون ختم نمیشه، باید او نصفش که مانده این دیگه باره پس از او گرفته میشه. ریاضی امانند فقط پایه های زینه هست که چطور بالا شن. اگر چهار پایه زینه نباشد، اگر شما خیزدام نمیتن گذشته پایین هم اگر از بین رفته باشه، او را میخوانی که یاد گرفته باشن، حیران میمانی که به کدام طرف برین. پس با او خاطر مسائل ریاضی را کوشش بکنید که از ابتدا درست یاد بگیرین. وقتی که اونمون مسائل اولش شما درست یاد گرفتین، آهسته آهسته دیگه مسائلشون هم بسیار برتون جالب هم تمام میشه و یادم میگیرین. مشکل اینمی هست که مثلا یک سال نصف کتاب خوانین، دیگه سال باز شروع میکنین. یک وقت در مسائل ریاضیات ما مثلا لیمیت و مشتق و گپار ما شما میخوایم، انتگرال دیفرنسیال گپار ما در صنف 12 میخوایم، در بعض مکاتب اینمی نصاب تعلیمی مکمل نمیشد. بله. وقتی که در پانتون میامدن امتحان میدادن، بازو انتگرال و گپار که برشان میگو ایران میگه که چیز ما نخوانده. بله. میره اور برشان میگه که ما این گپا رو مثلا نخوندیم. پس به او خاطر این مشکل دیج است. و اگر کورس ها رو شما تعقیب بکنین خواهرگل، شما واقعا میتونید که خوب یک ریاضیدان خوب شوید، ولی کوشش بکنین که خود بفهمانین، یعنی تو سرتیر تیر نشین. اگر ابتدای ریاضی رو درست شما درک بکنین بفهمین، باز آیستا آیستا تماما مسائل شما درک میکنین. کوشش بکنین از چیز نافهمیده تیر نشین و اتفاق نکنین گمش که همیشه خوشم نامت راهش میکنم. و در جن بزو، در جن بزی تماما ایگپا مهم اساسی چی هستک؟ اما عشق علاقه است. بسیاری کسا رو مدیدیم به ریاضی هیچ علاقه ندارم و میگن که هیچ من ریاضی یاد نمیم. خب یک چیز را که خوش نداشته باشی چطور یاد میگن؟ خب اول کوشش بکنی که اول اهمیت خود ریاضی را در زندگی انسان تماما همه چیز که میبینین از ریاضی تشکیل شده، همه چیز. ولی متاسفانه مثل که ما یک وقت هندسه فضایی میخواندیم فرزان جان اگه یادتان باشه، که هندسه فضایی را ما تصور میکردیم که گویی تصاویر ما در فضا هندسه است که باید این تو به این شکل باشه. با موستادم که داشتیم یادشان بخیر، اونا خودشان هم نمیفهمیدن که این اصل موضوع در چیز. پس به اون خاطر هیچ کس نمیتونست که مو هم سنفی های مو وقت ما که بود در هندسه فضایی کلشان تو درست چی نداشت. ولی
معلمینی بسیار خوب بوده، مثلا خصوصا در بخش ریاضیات معلم داشتیم که حتی ما متاثر از شخصیت از او بودیم. بله. که چه قسم تدریس میکرد بار میکنی که امو تیپ و کرکترش خودم شاگردها گرفته. بله. بود وقتی که ریاضی رو تشریح میکرد بیخه امو استاد بودن. امو واره ولی یک معلم دیگه که بود یک موضوع رو میگفت تشریح بکنیم بودو از او حالت میپرامد. پس به او خاطر مهم اساسی امی هست که خود امو کرکتر و شخصیت خود معلم بالای خود امو شاگرد اثر بسیار مثبت به جا میگذاره. بله و تماس دوم ما بانوی بودن که گفتن ما و یک پسر با هم دوست هستیم، مشکل ایجاست که اونا شوی هستن و ما سنی و فامیلم سخت مخالفت دارن و میگه امکان نداره که شما با هم نامزد شوید. اما مذهب عشق میگه از تمام مذهب ها جدا است، اگر عشق باشه اگر دوستی باشه دیگه باز عشق دیگه مذهب نمیپذیره. بله. و در مسائل شوی و سنی فردان جان علمای دینی بهتر میدانن و ما چیزهایی که من میگم از دهن علمای دینی شنیدیم. بله. ولی ما چیزی که خود آدمم احساس میکنه چه چیز است در اسلام، مثلا خدای ما، قرآن ما، مذهب ما، پیغمبر ما، همه چیز ما یکی، خیلی مشکل در کجا است؟ ما خود هیچ امید احساس نکردیم که اگر بعضن مسائل جزئی است یا اگر مسائل است که باید ترشه یه طور شاید این خوب مسائل به نظر ما چینه و یکانه چیز داره که دشمن های اسلام توانستن که در بین اسلام رخنه بزدازن و دو فرقه را باوجود بیاره، یک مشکل بین اسلام باوجود بیاره، این این مسائل هست. ولی به نظر ما هیچ کدام مشکل نیست خواهر گل، کل ما مسلمان هستیم، کل ما الحمدلله کلمه میخوانیم و اعتقاد به خداوند داریم و پیغمبر ما یکی هست و هیچ کدام پرابلم نداریم. ولی بازم اگر شما و فامیلتان این موضوع نمیگه بهتر است که از علمای دینی یک بار برن مراجعه بکنن، از علما پرسان بکنن، باز ببینن که علما در این مورد چی میگن. هیچ کدام مشکل نیست و باید که مسائل حل و فصل شه. با معذرت که وقت برنامه ما فرتان جان تمام شد و یک تماس که امو از طفلک خود را گفتن و فقط من یک اشاره میرسونم که دکترایی که در بخش اندوکراین یا مسائل هورمونی وجود اونا تخصص دارن یک بار طفلکتان با اونا یک بار نجات نشان بدین که اینا رشد خب رشد سریع نمیگیم قدر شاید رشد سریع نداشته باشن ولی وزن چرا قدر زیاد میگیرن، وزنشان زیاد است ما که فکر میکنم و اگر اونا دکتر صاحب اونا مدار شریف اگر نظر دادن میشه که یک بار کابل بین که از کابل اینجا متخصصین ببینن که نظر از اونا هم شرط است که یک بار ببینن که اونا چی نظر میدن. وقت برنامه ما تمام شد، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از یار به خداوند بزرگ مسپاریم. الله یار و نگهدار همه ایتان. خدا نگهدار.